اظهارات صادق لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ولایت فقیه و رئیس قوه قضاییه رژیم در روز دوشنبه 14 اسفند مبنی بر انتصاب رئیس جدید قضاییه رژیم از سوی خامنه ای طی 2-3 روز آینده و نام بردن از آخوند جلاد ابراهیم رئیسی توسط آخوند اژه‌ای سخنگوی این قوه در روز یکشنبه نشان می دهد که خلیفه ارتجاع می خواهد قاتل مجاهدین و عضو هیئت مرگ در قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 را به ریاست قضاییه رژیم منصوب کند. ناظران سیاسی و مدافعان حقوق بشر انتصاب جلادی را که باید مورد محاکمه بین المللی قرار گیرد در ریاست قوه قضاییه حکومت آخوندی اقدامی به شدت انقباضی و سرکوبگرانه با عواقب وخیم درونی و بیرونی ارزیابی می کنند. این انتصاب در مهلکه بحرانهای گریمانگیر نظام آخوندی تلاش برای بستن گارد تدافعی رژیم در برابر قیام و مجاهدین توصیف شده است. گزارشی داریم در این باره. خامنه ای که در وحشت از پیامدهای وخیم گماشتن آخوند جلاد ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قضاییه رژیم از مدتی پیش برای تست اوضاع شروع به درز دادن این خبر کرده بود، روز دوشنبه 13 اسفند در نامش به آخوند صادق لاریجانی و روز یکشنبه 12 اسفند از طریق آخوند اژه‌ای به این انتصاب جنبه قطعی داد. آخوند صادق لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس کنونی قضاییه رژیم روز دوشنبه گفت خامنه‌ای در موافقت با خواست او طی 2-3 روز آینده رئیس جدید قضاییه را منصوب خواهد کرد. و به محضر ایشون چند هفته پیش من نامه‌ای مکتوب کردم و از محضر ایشون تقاضا کردم با توجه به اینکه به پایان دوره این جانب هم مدت قلیلی باقی مونده از این ایام و برای اینکه خللی در انجام مسئولیت‌ها و وظایف بنده پیش نیاد در قوه قضاییه و در مجمع تشخیص و شورای نگهبان که خود اونها مسئولیت‌های فوق‌العاده مهم و اثرگذاری است، از محضرشون تقاضا کردیم که اگر صلاح می‌دانند قبل از پایان دوره ریاست قوه ریاست جدید معلوم بشن و بنده متمحض بشم در کارهای مجمع تشخیص و عرض می‌کنم شورای نگهبان. و ایشون مثل لطف همیشگیشون خب این رو پذیرفتند و انشاءالله در 2-3 روز آینده هم این مسئله ابلاغ رسمی ریاست جدید هم حسب خبر و گزارشی که بنده دادن انجام میپذیره. روز یکشنبه نیز آخوند اژه‌ای سخنگوی قضاییه رژیم گفت در دوره بعدی ریاست قوه قضاییه به رئیس جدید، رئیسی و قوه قضاییه کمک خواهم کرد. شاید رئیسی کسی دیگر را برای سخنگو به جای من انتخاب کند. لذا چه من باشم و چه نباشم از تمام کاستی هایی که رخ داده عذرخواهی می کنم. علت اعلام گام به گام انتصاب ابراهیم رئیسی به این شکل مفتزهانه و در لابلای حرف ها و عذرخواهی آخوند اژه‌ای این است که گماشتن یک جلاد مرتکب جنایت علیه بشریت و مستوجب محاکمه بین المللی در ریاست قضاییه رژیم نه فقط یک رسوایی بین المللی و اجتماعی است، بلکه در درون رژیم هم پیامدهای وخیمی به دنبال دارد. زیرا آخوندهای حکومتی می دانند که رئیسی از نوجوانی مشغول خدمت به دستگاه سرکوب رژیم بوده و آنقدر بی سواد و دونپایه است که آخوند روحانی هم در جنگ و جدال انتخاباتی می گفت طی 38 سال فقط شکنجه و اعدام یاد گرفته است. شش هم یک بار دیگر مردم ما اعلام خواهند کرد اونهایی که در طول 38 سال فقط اعدام و زندان بلد بودند. این روزها از پول بیت المال و از پولی که برای امنیت مردم به اونها
شهرها می‌روند و می‌خواهند مردم را ناامید کنند. به چه دلیل این همه ترس و هراس؟ سایر آخوندهای حکومتی در حوزه هم که با بیسوادی خود خامنه‌ای نیز مشکل دارند، حاضر نشدند در مهندسی ولی فقیه ارتجا برای رئیس جمهور کردن رئیسی وی را تایید کنند. مهمتر از همه این که منتظری در زمانی که قائم مقام خمینی بود، در سخنانش خطاب به هیئت مرگ در قتل عام سال 67، همه آنها و رئیسی را که جلوی او نشسته بودند، مرتکب بزرگترین جنایت دانست که نامشان را در تاریخ به عنوان جنایتکاران می نویسند. به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ میمیزن. این بیرون در بزرگ شده به ماه محرم اگر اجازه بیم حاجبا شما یه تعدادی رو از اتاقاش آوردیم برای همین برخورد یه بار برخورد کردیم و نظر ندادیم. اینا را تو سلولای انفرادی هستن. اگر اینا الان نظر ندیم برگردم توی بند عمومی اینو باز مسائل ایجاد می‌کنه. اگر اجازه می‌کنم نه. من هیچ اجازه من حدود 200 نفر هست. من هیچ چون که اینا رو نصب یکیشم مخالف. من با یکیشم مخالف.